در به قرآناتون هم نگاه کنید، شاید نتونید باور کنید یک چنین آیه در قرآن مجید، در قرآن کریم، در هولی قرآن وجود داره. اینجا آیه چی میگه؟ و از عرد دا ان نهده کرده بیدتن امرنا مطرفی ها ففتحو فی ها حق علیه القول فدم مرنه ها تدمیلا. برگردان فارسی شو از روی قرآن های فارسی میخون، میگه و ما چون بخواهیم اهل دیاری را نابود کنیم. دوباره بخونم، و ما چون بخواهیم اهل دیاری را نابود کنیم، پیشوایان و ثروتمندان آن شهر را امر میکنیم که دست به فسق و فجور بزنن، آنگاه به حق بر آنها عذاب نازل، به حق توجه کنیم، به حق بر آنها فحق و علیها، به حق بر آنها عذاب نازل میکنیم و آنها را لابود میسازیم. تجو کردی؟ الله عادل، اللهی که بسم الله الرحمن الرحیم نقبش هست، میگه اگر بخواییم اهل دیاری را نابود کنیم، اینا رو وادار میکنیم گناه کنیم، بعد عذاب نازل میکنیم نابود شد. حالا دلم میخواهد من مسلمان بیچاره بینوا که ذهنم به این لطائف و ظرایف آسمانی و الهی نمیرسه، از این اجل حضرت حجت الاسلام راهنمای دینی خودم بپرسم حالا چه دوره نیست؟ 1400 سال پیشه؟ یا دوره طالبان؟ یا خمینی یا خلقانی؟ یا خلفای عباسی؟ یا عمری؟ یا فاطمی مصر؟ یا امام زمانی؟ نیمده خیلی جده، بسیار جده. به نام ایران، به نام ایران، سپنتا سرزمینی که بر بام تمدن جهان نور دانش و فرهنگ افشانی و کارمایه زندگی بشر رو اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برگزید و با فراداشت مهرآمیزترین درودها به فرگاه خلج شما بینندگان بسیار فرهیخته، فروهنده و فروهیده تلویزیون بیداری، امید و آرمان دارم در هر گوشه ی از این
کره ترناور و پرآشوب خاکی که به سر میبرید تندرست بهروز شاد و شادمان باشید. امشب آگاهانه مطلب بسیار مهمی رو که دو روز پیش یعنی سه‌شنبه روزی که گذشت در تلویزیون ایران آریایی شرح دادم، امشب با جزئیات بیشتر در برنامه هایی این تلویزیون بازگو خواهم کرد. آنچه را که درباره این مطلب روز سه‌شنبه از تلویزیون ایران آریایی من شرح دادم و امشب در این برنامه تکرار و بازگو خواهم کرد، بنابه باور من نه تنها خبرساز بلکه خبرقرن و حتی خبر مهم و یا نکته مهمی در تاریخ بشریت خواهد بود. در این باره من توضیحات کامل به عرض شما خواهم رسوند و یقین دارم که شما عزیزان برای شنیدن این مطلب بنا به باور من بسیار بسیار مهم با ما خواهید. و اما آیا شما امروز به برنامه تلویزیونی افق در VOA یعنی صدای آمریکا توجه کردید؟ به یقین و بدون تردید بسیاری از شما بینندگان بیشمار این برنامه به برنامه افق امروز تلویزیون صدای آمریکا حتی توجه کنید. من امروز یعنی امشب در این لحظه برای شما خواهم گفت که امروز موضوع بحث در تلویزیون صدای آمریکا در برنامه افق چه بود و شما عزیزانی که این برنامه رو شنیدی اگر ملاحظه کردید که من در بازگو کردن آنچه که امروز در این برنامه گفتگو شد واژه‌ای من کم زیاد گفتم،
تلفن در اختیار شماست و خطوط تلفن باز هست. تلفن کنید و به من بگویید اینجا رو تو اشتباه میکن یا این موضوع رو تو نفهم. موضوع جستار برنامه افق امروز در تلویزیون صدای آمریکا، موضوع فاندمنتالیسم یا بنیادگرایی و یا قشرگرایی و رابطه آن با گروه هایی مانند داعش، بوکو حرام، حزب الله، حزب الله لبنان، ابو سیاف. البته من عرض میکنم ابو سیاف در فلپین و همانند این گروه های تروریستی. هدف اداره کننده برنامه این بود که از مهمانان خود بپرسه و این موضوع رو روشن کنه که آیا این افراد، این گروه ها، آیا اینا بنیادگرا هستن و یا اینها شبیه پروتستانیسم مسیحی هاست. مهمانان این برنامه دو نفر بود. یکی یک ملا آخوند و یا روحانی ایرانی که به یقین همه نام او رو شنیده اید، آقای محسن کدیور، که او را برنامه ساز تلویزیون آقای دکتر کدیور نامید. همه مهمان دیگر آقای دیگری به نام پرویز وحدت، آقای دکتر به گونه ای که برنامه ساز نامشون را ذکر کرد، آقای دکتر پرویز وحدت که گویا ایشان اکادمیسیان هستند و کتابی هم در این باره در دست انتشار دارد. میدونید این آقای دکتر عقیدشون در باره این گروه ها چی بود؟ عقیده ایشان این بود که توجه کنید بنیادگرایی اسلامی که این گروه ها دارن پیروی میکنن از شکم پروتستانیسم اسلامی زایده شده است.
یه آزر بچه شگفت. اگر باور نمی کنید میتونید به آرشیو تلویزیون صدای آمریکا برنامه امروز نگاه. ایشون میگفتن اسلام دارای پروتستانیسم هست و دانشمندان کرده نخیبه و یا می فرمودن که فاندمنتالیست قشر گرایی از شکم پروتستانیسم اسلامی در آمده است. حالا صد درود به اون آقای آخوند محسن کدیور که این کار کرد. گفت من هیچ سازگاری رابطه و نسبتی بین پروتستانیسم اسلامی و قشر بنیادگرایی امروز نمی کبت درست. ولی توجه کنید همین حضرت دکتر محسن کدیور، همین آقای آخوند اصلاح طلب، روشن فکر مذهبی، هنگامی که برنامه ساز از او پرسش کرد که آیا این اقداماتی که این گروه ها امروز دارن انجام میدن، میدونید که دو تا خبرنگار آمریکایی رو، یکی جیمز فولی و یکی استنسن سوسلوف، این دو خبرنگار بی‌نوا و بی‌گناه رو اینها وحشیانه سرگرم کردن. پرسش برنامه ساز این بود که حالا اینها رو سرگریدن، این غیر از اون جنایات فراپر از جانور خویانه ایست که این گروه ها دارن در دنیا مرتکب میشن. پرسش برنامه ساز این بود که آیا این اعمال با نوشتارهای قرآن همخوانی داره؟ حضرت حجت الاسلام دکتر محسن کدیور این گونه پاسخ داد، گفتن اختصاص دادن فروزه های دوره‌ای که متعلق به 1400 سال پیش هست، اختصاص دادن اون فروزه ها که با بسته به شرایط زمانی و محیط اون روز بوده است، با شرایط زمانی و محیط امروز ما کاملا متفاوت هست.
و بریجه این حضرت روحانی، این آقای دکتر محسن کبیبر، بریجه واژه کانتکست انگلیسی رو بر زبان آوردن. گفتن باید به کانتکست اون زمان توجه کرد و به خاطر اینکه حتما فکر کردن ممکنه بعضی از بینندگان یا شرمندگان برنامه ایشون مفهوم کانتکست رو نفهمن، گفتن زمینه محیطی اون روز با این روز تفاوت بشه. آیا این حضرت حجت الاسلام که امروز دارن در دانشگاه های آمریکا تدریس می‌فرمایند آیا درست بوده؟ آیا قرآن فقط برای مردم 1400 سال پیش مقرر شده؟ آیا این حضرت حجت الاسلام فراموش فرمودن که قرآن می فرماید پیغمبر ما ترا برای جن و انس و تمام ادوار و تمام مردم روی زمین فرستاد؟ البته فکر کنید من فراموش کردم دانه چهار سوره را، چهارده سوره ابراهیم، هفت سوره شورا و و و و و و و و این آیه ها میگویند ما تو را تنها برای مردم مکه فرستاد که تنها به زبان عربی اینها رو از روز قیامت بترسان. این هست، ولی این هم هست. و صرف نظر از این، صرف نظر ببینید قرآن چی میگه؟ آیه های 21 و 22 سوره البروج میگوید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن بر پایه ترجمه های فارسی بزرگوار الهی است که در لوح محفوظ حق در صفحه علم ازلی، چی؟ علم ازلی یعنی چی؟ یعنی علم ابدی نگاشته شده. حضرت حجت الاسلام، ای جان من به قربان تو، ای وجود من فدای علم دینی و مذهبی شما، ازلی آیا شرایط 1400 سال پیش علم ازلی بوده؟ 1400 سال پیش با ازلی بودن مگر یکی نیست؟ یعنی آیا جایی که قرآن میگه ازلیست میشه گفت
1400 سال پیش ازلی بوده. آیه 4 سوره الزخرف هم با طبیعت رو میزن فَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَدَيْنَا لَعَلَّا حَكِيمٌ. قرآن فارسی ترجمه میکنه این کتاب در نزد ما در لوح محفوظ که اصل مخزن کتاب آسمانی است. بسی بلند پایه و محکم اساس است. پس حضرت حجت الاسلام چگونه می فرمایید قرآن باید در کانتکست 1400 سال پیش بشنوید؟ پس اگر این قرآن متعلق به اون دوره 1400 سال پیش بوده، بنده مسلمان، بعد اگه طرف داری شما قرآن من کجا؟ قرآن من پس کجا؟ پس من باید بر پایه چه آموزش های من زندگی رو کنم؟ آیه 6 سوره هود 11 سوره قرآن و مستو و مستودعها کل فی کتاب مبین. ای یاد بر من حضرت حجت الاسلام میگه و همه احوال خلق خدا در دفتر علم ازلی خدا ثبت شده است. حضرت حجت الاسلام و آیه 61 سوره یونس و ما تکونو فی شعنه و ما تطلو من هو من قرآن و لا تعملون من عمل ندا قل علیکم شهود ندا با 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 نگاه کنید به قرآن ترجمه میکنه. میگه ای رسول خدا تو و امت تو را ما در هر حال مشاهده میکنیم و هر زمانی که قرآن را قرائت کنید شما را می‌بینید. مدخال ذرتن فی الارض ولا فی السماء ولا اکبر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ ذره‌ای در همه زمین آسمان از خدای تو پنهان نیست و کوچکتر از ذره
و بزرگتر از آن هرچه هست همه در کتاب مبین نوشته شده است. حضرت حجت الاسلام که مسعود انصاری به فدای امامه شما بشود. بنابراین آیا حضرت حجت الاسلام من باید که قرآن قبول داشته باشم یا فرمایشات شما روشن فکر مذهبی رو، یا شما حضرت حجت الاسلام دکتر ملی مذهبی؟ حالا من کاری ندارم یک بنده خدایی یک جنبنده‌ای نبود در این برنامه یک از این مطالب رو به یاد حضرت حجت الاسلام بیاره. حالا ولی آخه ببینید، میدونید چرا من این موضوع رو دارم برای شما شرح میدم؟ ما که خودمون قرآنمون رو نمیخونیم، نمیدونیم تو قرآن چی نوشته. یه چیستانی من 3-4 هفته پیش برای شما تعیین کردم، فقط یک نفر به من زنگ زد، یه نفر. گفتم توی قرآن پهنای بهشت چقدر هست؟ قرآن پهنای بهشت رو چقدر نوشته؟ یه نفر زنگ زد. و ای کاش اون فردم سپاس گذارم اون فردم درشتم، ولی کار پاسخه 100% درست میداد، پاسخه نیمه درست. شما میدونید الان سوالات من دارم براتون تو این برنامه حرف بزنم، مرتب چیستان تعیین میکنم از داخل قرآن، و کسی نیست به این چیستان ها پاسخ درست بده. آقا تر خود من میدم مثل همین امشب که میخوام پاسخ این چیستان رو بدم. ما قرآن رو که نمیدونیم، داخل کشورم که آخوند بالای منبره، حالا در خارج از کشور خوشبختانه آخونده در این دارای درجه دکتری است، ملی مذهبی است، روشن فکر مذهبی است، مخالف ولایت فقیه. به همین علت از کشور مهاجرت کرد، اومده در خارج از کشور در دانشگاه های این کشور پیش رفته داره تدریس میکنه. اون وقت در یه برنامه تلویزیونی که ازش دعوت بکنن پرسش بکنن پاسخش نمیده، و کسی وجود نداره که این پاسخ رو نقد بکنه. میگه برنامه هست دیگه آشی میشه، یا این کانتکست 1400 سال پیش. خب من مسلمانه دهه یه نخست 1300 من بس قرآنم کجا و اگر تو راست میگی پس چرا قرآن میگه این علم ازلی است؟
این همه جاودانی این باید تو روز قیامت ببینید چند آیه میخوای براتون بکنم توجه کنید من اینجا یادداشت کردم ببینید بله چند آیه آها میگه هرچه در این دنیا وجود داره در قرآن اومده هیچ کس هم حق تغییر اینا را نداره ای داده بر من آیه سه سوره سبا و مقدار ذره یا کمتر و یا بیشتر از ذره ای از موجودات عالم در همه ی آسمان ها و زمین نیست جز اون که در کتاب قرآن آشکار است. آیه 11 سوره فاطر همین حرف رو میزن. آیه 2 سوره سبا همین حرف رو میزن. آیه 37 سوره انعام باز تکرار میکنه. و آیه 1 سوره کهف از همه جالبتر الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له اوجا ستایش و سپاس مخصوص خداست که بر بنده خود این کتاب بزرگ قرآن را نازل کرد که در آن هیچ نقص و اوجی وجود ندارد حتی اونجایی که میگه نطفه انسان توی سینه مادره مواده شک کنید ها آیه 114 سوره انا آخر سوره میگه فلا تکونن نه من المنکرین مبادا شک و تردید در اصالت آیه های قرآنشون و کلید اسرار تو آیه 27 سوره کهف و سلم ما اوی علیکه من کتاب ربکه لا مقتله لکلمته ولا فلم تجد من دونه ملتحد میگه لا مقتل لکلمتی کلمات خدا را هیچ کس نمیتونه تغییر بده حضرت حجت الاسلام ای که مسعود انصاری به فدای اون ابا امامه آخه این از کجا بردی؟ این کانتکست رو خیمال 1400 سال پیش میخواد بگه این تا
داعش، ابوبکر البغدادی، بوکو حرام، ابو سیاد، طالبان، سید علی خامنه ای میخواد بگه، میخواد بگه یه هزار و چهار ساله، یه ارکامل هزار و چهار ساله پیشه، اینا متعلق با اونجه نیستن. حالا یا یه دیگه هم براتون بخونم. بله آیه، حالا آیه 89 سوره نه، ونزلنا علیک الکتاب، ونزلنا علیک الکتاب لکل شیء و هدا و رحمت و بشرا للمسلمین. میگه ما برای تو این قرآن عظیم رو فرستادیم که همه چیز در آن روشن شد، و راه دین حق را از راه های باطل جدا میکنه. تا برای مسلمانان هدایت و رحمت رو بشارت باشه. خب همین آیات بسه برم، ولی یا یه دیگه هم داریم. دلم میخواد دلم که چه هست؟ اگر امکانی پیدا بشه که من بتونم یه پرسش از این حضرت حجت الاسلام بکنم، باور کنید من مسلمان میشم. من ابوبکر البغدادی رو مرجع تقلید قرارم. دیدید پرسه چیه؟ یه پرسطی با میشد دیا. من از این حضرت حجت الاسلام پرسه شد دیگم حضرت حجت الاسلام جانم به فدایه خودتون، حالا جده حضرتون رو که منده جانم قابلیتی نداره که فدای او بشه. حالا نمیدونم ایشون گویا سید نیستن، پس جد اطهرشون نه، ارباب اطهرشون. یه پرسش من خواهد از ایشون بکن. میره پرسش چیه؟ پرسش اینه که آیا این آیه 16 سوره اسراء این مال چه دوره و زمانه ایست؟ 1400 سال پیش؟ قرن هفتم میلادی؟ قرن اول هجری؟ یا قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم که قرن چهارده هجری است؟ یا آیه است؟ من دلم میخواد از ایشون پرسش کنم این ماله چه دوره و زمانه؟ دیدید آیه چی میگه؟ گوشه میگه دردن به قرآناتون هم نگاه کنید، شاید نتونید باور کنید یک چنین آیه در قرآن مجید، در قرآن کریم، در هول قرآن وجود داره.
ادارای چی میگه؟ و از عرد ان نهت که قدرتن امرنا مطرفی ها ففسخو فی ها حق علیه القول فدمرنه ها تدمیرا. برگردان فارسی شو از روی قرآن های فارسی میخونه، میگه و ما چون بخواهیم اهل دیاری را نابود کنیم، دوباره میخونم، و ما چون بخواهیم اهل دیاری را نابود کنیم، پیشوایان و ثروتمندان آن شهر را امر میکنیم که دست به فسق و فجور بزنن، اونگاه به حق بر اونها عذاب نازل، به حق توجه کنیم، به حق بر اونها فحق و علیها، به حق بر اونها عذاب نازل میکنیم و اونها را لابود میسازیم. تجربه کردی؟ الله عادل، اللهی که بسم الله رحمان الرحیم نقلش هست، میگه اگر بخواییم اهل دیاری را نابود کنیم، اینا رو وادار میکنیم گناه کنیم، بعد عذاب نازل میکنیم نابود شد. حالا دلم بخواهد من مسلمان بیچاره بینوا که ذهنم به این لطائف و ظرائف آسمانی و الهی نمیرسه، از این نظر حضرت حجت الاسلام راهنمای دینی خودم بپرسم من چه دوره ایست؟ 1400 سال پیشه؟ یا دوره طالبان؟ یا خمینی یا خلخالی؟ یا خلفای عباسی؟ یا عمری؟ یا فاطمی مصر؟ یا امام زمان نیمده؟ خیلی جالب، بسیار جالب. برنامه بی او ای صدای آمریکا آیا شما میتونید تلویزیونی پیشرفته تر از این تلویزیون در آمریکا، کشوری پیشرفته تر از آمریکا در دنیا پیدا کنید؟ آخوند که بالای منبر در میهنان ما داره شیعگری یاد میده، قرآن برشون میخونه، در خارج از کشور اون وقت من قرآنم رو اینجوری یاد میگیرم. خب هر میکنی کار به اینجا پایان پذیرفت؟ نه، حال گوش بدی. خب این که راجب سخنان حضرت حجت الاسلام دکتر محسن کبیران، اون حضرت دکتر تحصیل کرده غربی که به گونه که برنامه ساز می فرمودن کتابی در همین زمینه ها سیر چاپ دارن، ایشان می فرمودن فاندمنتالیست از شکم
پروتستانیسم زایدش. این دیگه براستی، این دیگه براستی روی همه طلبه های حوزه علمیه قم رو این حضرت دکتر تحصیل کرده خارج سفید کرد. جناب دکتر، جناب دکتر، پروتستانیسم در دهه نخست سده 16 به وجود آمد. قربانت برم. مارتین لوتر این کشیش بود، کاتولیک بود. این اومد رفت یه مسافرت برون کرد. حالا وقت نیست من جزئیات شرح حال اینو برای شما عرض کنم که بسیار جالبه. این یه مسافرت برون کرد و دید وای در این واتیکان چه فسادی بین این کشیش ها وجود داره. این اومد 95 است این وقت داره اصلاح کاتولیک به وجود آورد، مسیحیت به وجود آورد. یکی از اینها اون تئوری ایندالجنس هست. نمیتونم به فارسی چگونه میتونم براتون برگردم کنم. یعنی کسی که در این یک مسیحی که در این دنیا مرتکب گناه صغیره میشه، این اگه یه پولی به کشیش بده این از گناه پاک میشه. ساده چینه این دازیه. یه آدم گناهکار میتونه یه قطعه از بهشت رو اینجا از کشیش بخواد. مثلا یکی از اصول اسلامی پروتستانیسم همین بود. یکی دیگرش این مارتین لوتر آدم حسابی بود، گفت بابا آخه مسیحیت چه نیازی به این کشیش های فاسد و مفخور داره. این هم اصولش حذف این سلسله مراتب روحانیت در کاتولیک بود. پاپ فتوای قتل مارتین لوتر رو داد. و البته سرانجام پروتستانیسم در دنیا موفق شد این جنگ های 30 ساله، این جنگ های 30 ساله که اروپا را از جمعیت تهی کرد، میگوین 200 سال طول کشید تا اروپا خودش رو بازسازی بکنه. این همه در نتیجه پیشنهادات اصلاحی پروتستانیسم بود. یعنی دوکنشین های اروپا اینا خانش ها و یا قرائت های متفاوت از پیمان آسفیک داشتن. 30 سال هم دیگر رو کشتن. سرانجام با پیمان وستفالی در اروپا صورت بود.
که فاندمنتالیست شده و زمان که این آقای دکتر چرا از کردم تو گفت به حضرت و دکتر اسلام دست کم حضرت و دکتر اسلام به این آقای دکتر گفت من موافقه حرف شما نیست و حالا من باور کنید هر زمانی که درباره پروتستانیسم و ظهور مارتین لوتر فکر کنم یک افسردگی بسیار سنگینی و کیفیت مغزی و روانی من چیره میشه. میدونی چرا؟ چون درست در همون دهه نخست سده 16 سال 1500 که مارتین لوتر ظهور میکنه و 150 سال بعد از اون 170 سال بعد از اون انقلاب کبیر فرانسه به وجود میاد و سرانجام اروپایی ها موفق میشن قاره اروپا را از دست این مبخورهای کاتولیک و مسیحی در بیارن. در همین دهه در کشور ما شاه اسماعیل صفوی و بعد از اون پادشاهان صفوی قدرت رو در دست میگیرن و به کالبد نیمه جان یک فرهنگ در حال احتضار ایرانی تیر خلاص میزنن. یعنی چی؟ گری میاد جانشین اسلام سنتی میشه و فرایند اون رو امروز ملا داره به ما نشون. خب این بود نگاهی به برنامه افق وایس آف امریکای امروز. چقدر آموختیم، چقدر روشن شدیم، چقدر برای آزاد کردن کشور ما، چقدر برای سکولر کردن قدرت سیاسی در کشورمون، چقدر امروز ما پیشرفت کردیم با این برنامه. سپاس آمریکا، سپاس که برنامه ای درست کردی. این همه از مالیات های شهروندان مایه میگذاری که ما را این گونه روشن کنی. سپاس آمریکا. آخرین نکته ای که شاید این مناسبت نباشه عرض کنم، حضرت حجت الاسلام شیخ دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری حکومت اسلامی ایران در کتاب خاطراتشون فریاد میزنن میگوین چرا نمی آیید با ما مناظره کنید. در کتاب خاطراتشون می نویسن، من اینجا دارم. حضرت حجت الاسلام، من
صندیق ضعیف و بینوا و ناتوان بنده آمادم محبت کنید. اگر خودتون حالا دیگه رئیس جمهوری شدید منو قابل نمیدونید. یک از این آیت الله هاتون رو بفرستید اینجا. بنده مناظره بود. چرا به خاطر پیشرفت مذهبتون حضرت رئیس جمهوری چرا بعد من گوش نمیدین؟ مذهبتون قوی میشه؟ میخواید خودکاری کنم؟ میخواید جاه طلبی کنم بگم 14 کتاب در باره افشای اسلام نوشتم؟ داناتر از من، باسوادتر از من بسیارانم، از همه من کمترم، ولی شمار نوشتارهام از همه بیشتر. هم به شماره کتاب و هم به شماره صفحه. هم در کتابش من نوشته باشم کمتر از 300 صفحه. بنابراین تنها اگر بخواید به این نکته توجه کنید باید منو قابل بدانید، پس محبت کنید. یک جلسه مناظره هست، محبت کنید. هیچ وقت من لاف نمیزنم بگم بنده میام ایران، نه. ترکیه هم من میترسم برم آشکاره بگم. گروه از همیهنان نازنین ما امکاناتی فراهم کرده بودن که من با امکانات و آگاهی هایی که دارم به ترکیه برم و درباره چگونگی در دام انداختن زندگیات روز فولادمند پژوهش کنم، ولی گروه از دوستانم نگذاشتم. حتی باور کنید من آماده می شدم چاردون هم رو ببندم. بنابراین من به کشورهای همجوار ایرانم اعتراف میکنم، جرأت ندارم، ولی شما تشویقم میکن. اگر خواستید اروپا من میام اروپا، قول میدم، قول. این موضوع چیست که من درس کردم به عنوان مهمترین موضوع و یا خبر تاریخ بشریت باید به شما رو دارم. من مدتی پیش در یک از سایت‌های اروپایی به نام سایت کرونیکل به نام یک چیز دیگه هم داره، بله، به نام سایت دایورسیتی کرونیکل، دایورسیتی کرونیکل، من خبری رو خوندم که فکر کردم طنزه. دوباره خبر رو خوندم و نتونستم خبر رو باور کنم. فکر کردم اگر طنز نیست خبر جدیست. مدتی درباره درستی و یا نادرستی این خبر من پژوهش میکنم و سرانجام
به این عقیده رسیدم که این خبر 99 ممیز 9% اصیل و درست است و شاید دلیل این که این خبر در دنیا منتشر نشده است شاید دلیل این باشد که رسانه های گروهی دنیا شهامت انتشار این خبر رو نداشتن. خبر چیست؟ من فکر کردم امشب با زمان فراوانی که در این برنامه داریم من جزئیات این موضوع رو بتونم با شما در میان بگذارم، ولی خب چون وقتانه زمان زیادی در اختیار نداره. خلاصه و جوهره خبر این است که آقای پاپ فرانسیس 266 پاپ واتیکان رهبر کاتولیکای دنیا، ایشون گفته است افسانه های آدم و حوا، بهشت و دوزخ و بسیاری از نوشته‌های انجیل، اینها همه تویی از واقعیات هست. آقای پاپ فرانسیس 266 رهبر کاتولیک جهان در سومین شورای واتیکان گفته است، من تا اونجا که وقت اجازه میده براتون عرض کنم، گفته است از این پس کلیسا دیگر به جهنم اعتقادی ندارد. زیرا اعتقاد به این موضوع عشق الهی نسبت بندگانش را زیر پرسش خواهد بود. نکته ای را من پیش از ذکر مطالب آقای پاپ میبایستی به عرض و آقای شما میرسوند و اون این است من میدونم هیچ وقت این فکر رو نباید کرد، ولی من باید فکر کنید من اینجا امشب در جایگاه مبلغ مسیحیت نشستم. من در کتاب دینداران بی خدا یهودیت و مسیحیت و اسلام همه را در کنار یکدیگر مشتی از خرافات خردستیز تلقی کردم و با آهنگ بلند این موضوع را پیوسته تکرار و تأیید و تأکید خواهد. ولی توجه کنید قرآن حالا نامش را هرچه میخواید بگذارید آشکارا مسیحیت را تأیید میکنه. آیه ای در قرآن وجود داره میگه نیست کسی که در این دنیا زندگی بکنه از این دنیا بره و به
مسیح ایمان نیاره. آیه 150 سوره نساء میگه و این من اهل کتاب الایی لیومنن نبهی قبل موتهی و یوم القیامه یکون علی. هیچ کس از اهل کتاب نیست جز اون که پیش از مرد به عیسی روح الله ایمان خواهد آورد و روز قیامت او بر نیک و بد آنان گواه خواهد بود. و میدونید که افسانه هایی که در اسلام آمده در این افسانه ها مخصوصا در افسانه امام زمان شیعیان میدونید که در موقع ظهور امام زمان عیسی مسیح هم ظهور خواهد کرد و در باره پیش نماز شدن با محمد با هم دیگه تعارف بکنه. بنابراین این موضوع یعنی با توجه به این که حالا تورات رو بذاریم کنار، انجیل پدر خونده قرآن هست، پاپ اصالت انجیل رو رد میکنه، میگه داستان آدم و حوا تنها یک افسانه است. و و و و و و میگه خدا قاضی نیست که در باره عمل خوب و بد بندگانش داوری بکنه، قضاوت بکنه. میگه خدا بخشنده است. به عبارت دیگه میخواد بگه این جبار و مکار و قهار و منیت و مماتی را که قرآن به خدا نسبت داده اینا همش بیپایه است. میگه باید برای همجنسگرایان، لیبرالیست ها، موافقه‌کاران، کمونیست ها، افراد طرفدار سخت جنین و افرادی را که دارای میل جنسی مختلف هستند به همه اینا اعتراف گذاشته بشه. خداوند همه این افراد رو بنده خودش میدانه. مخالف مهاجرت هست، دیگه این دنیا متعلق به همه این مردم روی زمین. با 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 فرصت نیست من بیشتر از این وارد جزئیات بشم. اون وقت زمانی که پاپ این مطالب رو به زبان میاره، کاردینال کشور نیجریه به نام کاردینال ارینزه این پا میشه اعتراض میکنه، میگه آقای پاپ بس کنید، ما اکنون داریم در دوره سد وکنتیس به سر میبریم. میدونید سکه وکنتیس وکنتیس یعنی چه؟ منظور آقای کاردینال ارینزه، کاردینال کشور نیجریه، از دوره سد وکنتیس چی بود؟ هر زمانی که پاپی انتخاب میشه که نسبت به انتخاب پاپ گروهی مشکوک هستن و میگن این پاپ پاپ قلابیست، میگن ما در دوره سد وکنتیس رو سر میبریم.
یعنی کلیسا اکنون دارای پاپ نیست. کلیسا اکنون دارای رهبر مذهبی نیست. حالا اگر فرصت بود من براتون عرض کردم که بعد از پاپ پی دهم که از سال 1903 درست تا سال 1914 که جنگ اول جهانی آغاز شد او رهبر کلیسای کاتولیک بود. او مدرنیته رو محکوم کرد، مخالف هر نوع دانش جدیدی بود، همچنین مخالف تفسیر انجیل و مخالف هر نوع مدرنیته. حالا نکته بسیار جالب این است که پیش از این پاپ، یعنی پاپ دهم، لئوی سیزدهم پاپ کلیسا بود که این درست اکثر عقاید پی دهم را داشت. ولی بعد از پاپ پی دهم کاتولیکای جهان معتقد بودند که چون این پاپ دوره نهایت بوده است، این دوره سد مکنتیس آغاز شده. و نکته جالبتر این که پاپ پی دوازدهم که درست از سالی که جنگ دوم جهانی آغاز شد تا سال 1958 این رهبر کلیسای کاتولیک بود، این فرد با مخالفان و در حالی که با مخالفان هیتلر هر کاری میکرد و مخالف سرسخت کمونیست بود، ولی ایشون مخالف هولوکاست نبود و به همین دلیل گروه از کاتولیک‌ها معتقدند که دوره سد مکنتیس از زمان ایشون آغاز شد. حالا این کاردینال ارینزه، کاردینال کشور نیجریه، میگوید دوره پاپ پی دوازدهم تا امروز ادامه پیدا کرده، ادامه داره و کلیسای کاتولیک دارای رهبری نیست و ایشون اصالت و مشروعیت پاپ فرانسیس رو رد کرد و گروهی از کاردینال ها و اسقف ها با این آقای کاردینال ارینزه موافقت کرد. بنابراین عنایت بفرمایید کلیسای کاتولیک چگونه دارای یک فراگشت تاریخی غیر قابل پیشبینی شده است. و بزرگترین دلیلی که من میتونم ارائه بدم که این مطالبی که من عرض کردم اینها همه از زبان آقای پاپ فرانسیس در آمده است و اینها جریمی است، این است که اگر این مطالب جریمی بود آیا دست کم دفتر آقای پاپ فرانسیس در واتیکان آیا نمی باید اون رو انکار میکرد؟ آیا نمی بایستی میگفت این سخنان مال آقای پاپ نیست؟
و بنابراین عنایت بفرمید. دنیا چگونه داره؟ چگونه داره؟ به سوی شکوفایی سکولاریسم داره پیش میتازه. در برنامه پیش من برای شما عرض کردم که اگر چه انسانی متفکر نیستم ولی 100% به شما قول میدم این جنبش جانورهای وحشی داعش و همانند اونها این عمر کوتاهی خواهند داشت و در دنیا نابود میشه. دوست بسیار آگاه و بسیار با اطلاعی دیروز از اروپا به من زنگ زد و گفت کلیساهای اروپا روز به روز داره خلوت و خلوت‌تر میشه، در حالی که مسیحیت تا امروز خوش چهره ترین از ادیان خرافاتی ابراهیمی بوده است و این گونه داره در دنیا رنگ میبازه. ببینید پسر اسلامی که از هر دو دین ابراهیمی بی اعتبارتر بی ارزشتر و خرافاتی تر و خرد ستیز و نارسانی تر هست چه خواهد بود؟ فرصت بود و ذهن من پرید برای شما عرض کنم که پاپ می گوید زن در دنیای ما باید درست در تراز و ردیف مرد باید قرب و ارزش داشته باشد. زنی که قرآن میگوید برای همخوابگی با مرد بوجود مجبورم در این لحظه به برنامه امشب پایان بدم. شرح این هجران این خون جگر این زمان خواهیم گذاشت تا وقت دیر. حدی که با ما بودید سپاس فراوان دارم. ای کاش فرصت می بود به حقیقتی اشاره میکردم. فرصت نیست. در یک جمله عرض میکنم من یک 70 میلیونیم ناچیز یک ایرانی زاده به همه هم میهنانمون میبادم. دست کم بگیردم بین تمام بیش از یک میلیون و 300 میلیون نفر مسلمان هیچ ملتی مانند ایران امروز در برابر اسلام و خرافاتی قد علم نکردم.